سلام سلام از اوز هستم. خدای خدایان، آیا جهان متحرک است؟ فلاسفه اسلامی ادعا می کنند که جهان متحرک است. در کلیپ 371 در بیان برهان حرکت این ادعا رو خیلی اجمالی رد کردیم و گفتیم که ادعای نادرستیه. در این مورد دوست عزیزی کامنت خوبی رو گذاشتند و البته مشابه این کامنت رو از دوستان دیگه هم دیدم. در این کامنت اومده که دوست عزیز، معنای حرکت در فلسفه و فیزیک متفاوت است. حرکت در فلسفه هر گونه تغییر کمی و کیفی است. مقدمه اول که جهان در حرکت است کاملا درسته، منظور در حال شدن و تغییر است و بقیه بحثی که شما فرمودید برداشت اشتباه معنایی شما از این کلمه است که شما حرکت در فیزیک رو اشتباهاً موضوع قرار دادید. او بسیار عالی، این درسته که در فلسفه اسلامی هر گونه تغییر کمی و کیفی هم حرکت نامیده میشه، درسته. من باید این رو به تفکیک بیان میکردم، اینکه هر دو حالت رو بررسی کنیم. یک بار اینکه اگه منظور اونها حرکت جابجایی باشه چی؟ و یک بار هم اینکه اگه منظورشون تغییرات کم و کیف باشه چی؟ ارسطو در کتاب طبیعیات خودش حرکت رو این گونه تعریف میکنه که از رو میخونم: حرکت فعلیت یافتن آن چیزی است که بالقوه هست هنگامی که تحقق مییابد و نه به عنوان خود بلکه به عنوان متحرک عمل میکند. و بعد توضیح میده که خب مطالب رو خیلی میپیچونه. فلاسفه اسلامی هم همین ها رو میگند، یعنی حرکت رو تبدیل قوه به فعل میگن و همون چهار نوع حرکت ارسطو، عین و وضع و کیف و کم، عیناً نظرات ارسطو رو به عنوان فلسفه اسلامی شرح میدن. یعنی مثلا مطابق مثال ارسطو، این چوب سرده، یعنی الان بالفعل سرده، اما بالقوه چی؟ گرمه. بعد اگه این چوب گرم بشه میگن چوب از قوه به فعل تغییر حالت داده. این رو میگن حرکت. این عدم حالت قبل و ایجاد حالت جدید برای چوب هست. میگن چوب حرکت کرده، حرکت در کیف کرده. درسته که گرم شدن همچین کیف داره، اما کیف کردن یا همون تغییر در کیفیت در واقع حرکت نیست. اگه اونا بخوان اسمش رو حرکت بگذارند مهم نیست، اشکالی نداره، یک اسم گذاری دیگه، اما اونا میان زرنگی میکنند. میگن همه میدونند که متحرک نیاز به محرک داره. میگن علم هم تأیید میکنه که متحرک نیاز به محرک داره، در حالی که خیر، اون چیزی که در ذهن مردم هست و اون چیزی که علم میگه برای این تغییرات کیفی نیست. علم برای حرکت در جابجایی میگه محرک میخواد، اونم تازه نه هر جابجایی. تداوم حرکت هم جابجایی است، اما محرک نمیخواد، خیر. اینکه از معنای عمومی حرکت استفاده کنند و از نظر علم درباره حرکت استفاده کنند و بعد یک معنای دیگری رو جایگزین کلمه حرکت کنند، این زرنگیه. البته خودمونیم، لفظ محترمانش زرنگیه. میخواید نظر علم رو براتون شرح بدم؟ خب میدونید که ما در فیزیک یک سیستم بسته تعریف میکنیم، یک سیستم منزوی، ایزوله، سیستمی که در اون هیچ انرژی یا نیرویی از بیرون به اون وارد نمیشه و از اون هم خارج نمیشه، همچین تک افتاده، تأثیری از بیرون نمیگیره و چیزی از اون هدر نمیره. و میدونید که مثلا قانون دوم ترمودینامیک برای یک سیستم بسته تعریف میشه. این قانون میگه در یک سیستم بسته بی نظمی یا آنتروپی سیستم رو به افزایشه. خب آیا این افزایش آنتروپی از نظر ارسطو حرکت محسوب نمیشه؟ چرا؟ از نظر ارسطو این یک حرکته، حرکت در کیف هست. آیا این حرکت ارسطویی به محرک نیاز نداره؟ علم فیزیک میگه نه، سیستم بسته است دیگه، هیچ نیرویی بهش وارد نمیشه، این تغییر خود به خود صورت میگیره، جزء رفتار طبیعته، نیازی به محرک نداره. اما ارسطو و به تبع اون فلاسفه اسلامی میگن این محرک نیاز داره. این که شما کدوم رو قبول میکنید و کدوم رو مردود میدونید، آیا اصل علم فیزیک رو میپذیرید یا سخن ارسطو و روایات اسلامی رو، اون با خودتون.
که کدوم را قبول میکنید، اما اجازه ندید که گولتون بزنند. ادعای دروغ اونها رو نپذیرید که میگن علم هم همین رو میگه که فلاسفه اسلامی میگن. خیر، فرض کنید یک چوب داریم، یک طرفش رو گرما میدیم داغ میشه و طرف دیگه اون رو یخ میگذاریم سرد بشه. بعد اینا رو همه کنار میگذاریم و از حالا به چوب نگاه میکنیم. دیگه هیچ گرما و سرمایی به چوب وارد نمیشه. از الان به بعد چوب در وضعیت ایزوله قرار میگیره. خب چی میشه؟ اون بخشی از چوب که داغ بود یواش یواش سرد میشه و اون بخش دیگه یه چوبه که سرد بود گرم میشه. درسته؟ از نظر ارسطو این هم حرکت چوب هست. حرکت در کیف هست، اما این نیاز به دخالت خارجی نداره ها. این همون افزایش آنتروپیه که خود به خود صورت میگیره. کل بحث ما و برهان حرکت این بود که متحرک نیاز به محرک داره، نیاز به عامل خارجی داره. اگه قرار باشه که ما مثلا یک نواخت شدن گرمای درون شیء رو هم حرکت شیء تعریف کنیم، دیگه این اصل برچیده میشه. اون وقت دیگه هر حرکتی محرک نمیخواد. نه، پس اون حرکت در جا به جایی هست که نیاز به عامل خارجی داره، نه هر چیزی که ارسطو نام حرکت بر روی اون بگذاره. تازه اشاره کردیم که تغییر سرعت حرکته که نیاز به عامل خارجی داره، نیاز به علت داره. خب برگردیم به جهان هستی. از نظر فیزیک جهان هستی یک سیستم بسته است، ایزوله است. این هم یک اصل فیزیک هست. اگه به قول اون دوست عزیز منظور فلاسفه اسلامی از این که میگن جهان متحرک است همون حرکت در کم و کیف باشه، که خب گفتیم پس چون این حرکتی لزوماً محرک نمیخواد. خیر، اما اگه منظورشون حرکت جابجایی باشه، خب دو حالت داره. اگه جابجایی یک نواخت هست که بازم نیاز به محرک نداره، و اگه منظورشون جابجایی شتابدار هست که اون وقتی که باید به دنبال یک محرک خارجی بگردیم، اونم محرکی از جنس ماده و انرژی که بتونه بر این جهان نیرو وارد کنه. اما جهان از نگاه فیزیک ایزوله است و متحرک نیست. نکته آخر رو هم بگم و خلاص. فیلسوفان اسلامی با چه استدلالی میگن که جهان متحرک است؟ میگن چون اجزاء درون جهان همه دارن حرکت میکنند، داریم میبینیم که حرکت میکنند، میگن پس جهان متحرک است. این نکته مهمه. میگن جهان چیزی جز اجزاء اون نیست. این نکته رو درست میگن. جهان یک ظرفی نیست که اجزاء جهان درون اون ظرف باشه. بگیم اجزاء حرکت میکنند ولی خود اون ظرف حرکت نمیکنه. نه، جهان همون اجزای جهان هست. اما استدلالی که بعدش میارن دیگه درست نیست. اونا اینجور استدلال میکنن که وقتی همه ی اجزا حرکت میکنند، میگن پس جهان متحرک است. اما در رد این استدلال اجازه بدید اندکی از فیزیک بگم. فرض کنید که یک فضانورد در فضا بی حرکت معلقه. خب این انسان میتونه با خودش هر جور که میخواد حرکت کنه، دست و پاش رو تکون بده، سر و کمر رو تکون بده. به نظر شما این فضا نورد چه حرکتی باید بکنه تا اندکی رو به جلو جا به جا بشه؟ واقعیت اینه که هیچ حرکتی از او قادر نیست که او رو قدری به جلو جا به جا کنه. هرچقدر دست و پا بزنه فایده نداره، چون اون انسان در اون وضعیت یک سیستم بسته محسوب میشه و حرکت دست و پای او درون اون سیستم هست. اون نمیتونه سیستم رو جابجا کنه. اون انسان، اون نقطه مرکزیتش، اون نقطه گرانیگاه اون اصلا جابجا نمیشه هرچقدر که تقلا کنه. اما اگه دستش مثلا به سفینه فضاییش برسه، اون وقت میتونه به اون نیرو وارد کنه. دیگه قضیه فرق میکنه، دیگه این یک سیستم بسته نیست. میتونه با وارد کردن نیرو به سفینه خودش رو جابجا کنه. خب حالا اگه فضا نورد رو با سفینه مجموعاً اونها رو یک سیستم در نظر بگیریم چی؟ اون وقت باز یک سیستم بسته است. فضا نورد جابجا میشه، اما کل سیستم جابجا نمیشه. یعنی فضانورد مثلا سفینه رو میگیره و خودش رو به بالا حرکت میده، اما سفینه هم اندکی پایین میاد به نسبت عکس جرمشون. سفینه جرم زیادی داره، کمی پایین میاد، و فضانورد جرم کمی داره، زیاد بالا میره. اما در مجموع کل این سیستم بسته اصلا جا به جا نمیشه. نقطه مرکز این سیستم ثابت و بی حرکت میمونه.
خب اگه سفینه موتورهاش روشن کنه چی؟ خب قضیه فرق میکنه دیگه، سوختی میسوزه و سفینه از این سیستم خارج میشه، دیگه این سیستم بسته نیست. باز اگه سیستم بزرگتری رو در نظر بگیریم که سوختی از اون خارج نشه، باز اون سیستم بزرگ بی حرکت میمونه. درسته که جهان چیزی بجز اجزایش نیست، اما همون اجزای جهان رو ما یک سیستم در نظر میگیریم و این سیستم جهان سیستم بسته و ایزوله هست. حالا هر چقدر که اجزای اون بالا و پایین برن، جهان که مجموعی از این اجزاست جابجا نمیشه. برای جابجا کردن اون باید نیروی از بیرون جهان به اون وارد بشه، که بیرون جهان هم چیزی نیست جز وهم و خیال و عدم. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.